مینی بار بنز پلاک سفید بودنش، دو کابین بودنش یکی از مزیت‌هاشه. خودشون هم میگن که قطعات بنز خیلی راحت گیر میاد. یکی از بهترین ویژگی‌های این ماشین و این کمپر اینه که این تراس داره. یعنی شما لب ساحل میتونید تراس باز بکنین، حیات خونه‌تون ساحل باشه. کفی که مشکلی نداریم، سربالایی های مقدار باید آروم باش بیاید. برطرف کردن این ایرادم اینه که یه موتور سوپردار بذاری روش. من دیدم نسبت به زندگی اینه که حالا اون حداقل مایحتاج زندگی رو داشته باشم و ما بقیه اون درآمدی که دارم رو هزینه بکنم برای سفر. از یه سری چیزای زندگیشون بزنن ولی برنامه ریزی کنن برای سفر رفتن. وقتی حالت بد میشه برای اینکه حالت رو خوب کنی چیکار میرم تو کارگاه ابزارمو برمیدارم یه چیزی درست میکنم بیا رو ماشین کار بکنم. چرا این ماشین انتخاب کردی؟ سقفش بلند بود برای کمپر چون میتونیم وایسیم. نگاهتون به زندگی؟ دوست داریم همه جای دنیا رو ببینیم، طبیعت رو ببینیم، تو طبیعت زندگی کنیم، بدور از تجملاتی که توی به اصطلاح زندگی شهری و خونه هامون وجود داره. فکر میکنیم که باید پول جمع کنیم، خیلی تلاش کردیم و بعد متوجه شدیم که زمان رو داریم از دست میدیم و زندگی اون نیستش که ما دنبالش هستیم. ویژگی کمپر شما چیه؟ سیستم برقشه به نظرم و کولر قسمت عقبش. به صورت فابریک سعی کردیم، یعنی اورجینال نصب کردیم برای اینکه از برق 220 ولت شهر استفاده کنیم و هم میتونیم برق 220 ولت خروجی داشته باشیم و پنل منحصر به فردی داریم که ساخت کشور فرانسه است. نگاهت به مرگ چیه؟ بالاخره ترس داره، فکر میکنم برای همه همینطوره. یه چیز طبیعیه، ترس دارم ازش. مهمترین چالشتون در حال حاضر با این کمپر چیه؟ قسمت عقبش خیلی از نظر تعلیق مشکل داره. قرار شده که فنرش رو ببریم عوض بکنیم و پارابولیک نصب بکنیم. چی شد که این ماشین رو انتخاب کردید؟ صفر بودن ماشین و توی حالا این سایز در واقع ماشین صفر خب محدودن گزینه‌هایی که ما داریم. یکیش هیوندای 150. یه ماشین، یعنی ماشین نرم و خوبیه تو حرکت، سر و صدا زیاد نداره. ویژگی منحصر به فرد کمپرت چیه؟ جای خواب خیلی خوبی داره، هم دستشوی خیلی بزرگی هم طراحی کردیم توش. به این نتیجه رسیدم که اگر که کسی بودجه‌اش رو داشته باشه خب مطمئناً ماشین صفر بهتر از کار کرده است. ماشین کارکرده‌ای که سقفش بلند باشه بهتر از ماشین کارکرده‌ای که سقفش کوتاه‌تره و همینجوری میریم پایین. ولی هیچ کدوم اینا به نظر من محدودیت نمیاره که آدم بخواد شروع نکنه. ما هم از اینجا شروع نکردیم، ما هم از جای دیگه شروع کردیم، امروز اینجا هستیم. چرا این مدل ماشین انتخاب کردی؟ از بین چه ماشین‌ها؟ ما چون 4 نفریم ابعاد ماشین واسه من خیلی مهم بود. برای اینکه توی ماشینایی که گشتم دنبال ماشینی بودم که لوازم یدکیش تو همه شهرها باشه. مهمترین چالشمون پلیستراست که گیر میده به پلاک قرمزا برای تردد و تغییر وضعیت. خیلی کاراشو دوستان کمک کردن ولی بیشترشو طراحیاشو کوچیک‌ترین ریزترین کاراشو خودمون انجام دادیم. بیشتر به این فکر میکنم که اون تایمی که زنده ام زندگی کنم. من زندگی چالشی رو دوست دارم، یعنی اینکه تو سفر باشم. محسن وقتی حالت بد میشه چیکار میکنی که حالت خوب بشه؟ در کنار خانواده میام، بیشتر با همسرم صحبت میکنم، اگر بتونیم سفر میریم. وقتی حالم بد میشه اولی ذره قور میزنم خیلی رو خالی میکنم خودم خوب میشم. این سخته ما، یعنی آشپزی کردن، بچه ها رو جمع جور کردن تو ماشین سخته، ولی واقعا دوست دارم اینجور زندگی کردن و اینکه مدام تو سفر باشم.